مدال هایی که دونه دونه چیده شد، شد اعتبار ایران. از تیراندازی، جایی که نفس ها برای لحظاتی در سینه حبس شد، شروع میکنیم. تیرانداز همون سیبر که نه، میشه گفت طلا رو نشونه رفته بودند. دو طلا یک نقره. گلنوش سبقت اللهی در 10 متر تپانچه بادی و پوریا نوروزیان در 50 متر سه وضعیت طلا گرفتند. حسین باقری هم بعد از پوریا دوم شد و نقره گرفت. حسین حریف کمی نیست برای من. حسین حریف خیلی سنگینیه. خب قهرمان جهانن ایشون. خب برای منم قابل احترامم و خب سخت بود. هوگوپوش تیم ملی ناهید کیانی نخستین طلای تکواندو رو در این بازی ها دشت کرد. مهدی اسحاقی قهرمان المپیک نوجوانان هم طلایی شد. فاطمه مداحی و طیبه پارسا اما مدال برنز گرفتند. ایوب موسوی وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم تلاش رو از دل یک رقابت سخت و نفسگیر بیرون کشید. دو تا سه تا قهرمان المپیک، قهرمان جهان اومده بودن اینجا. خیلی سطحش نسبت به آسیایی بالا بود. احسان حدادی در نخستین تجربهش بعد از مصدومیت نقره گرفت. پرتابگران معلولمون هم خوش درخشیدند. جاوید احسانی شکیب و قلعه ناصری هر دو نایب قهرمان شدند و نقره گرفتند. محمد یاری اما برنز گرفت. در ورزش تیمی هم عالی بودیم. واترپولو سومین پیروزیشو به دست آورد. حالا تا طلا فقط یک گام مونده. با دست خالی اومدیم ولی خدا رو شکر تا حالا خیلی خوب نتیجه گرفتیم. والیبالیستا هم تا اینجای کار بی رقیب بودند. اونها هم تو کارنامه‌شون فقط برد دارند. عملکرد قابل قبول و قابل دفاع بود ولی رضایت خاطر من رو بازی به شکل جدی فراهم نکرده. غلامرضا منگلی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، باکو، جمهوری آذربایجان.